یه بخش کوچیکی از معرفی رو هم در حد یک دو پاراگراف واردش میشم و خب بحث رو ما میتونیم بعدش ببندیم. خب توی بخش معرفی میگه که اعترافات یک سوپر اسپریدر، یعنی یک کسی که داره اعتراف میکنه، فرگوسن به عنوان کسی که اومده در حد یک اشاعه دهنده معمولی، نه اسپریدر میشه اشاعه دهنده، کسی که میره یه چیزی رو اشاعه میده، نه اشاعه دهنده معمولی، بلکه یک اشاعه دهنده مثلا میکرو و نانو اینها هم نه، سوپر ابر اشاعه دهنده. خودش رو داره اینجا توضیح میده، میگه اعترافات یک ابر اشاعه دهنده. میگه هیچ موقعی در طول زندگی ما، در طول حیات ما، عدم اطمینان بیشتر در مورد آینده و ناآگاهی بیشتر از گذشته وجود نداشته. میگه هم ما یک عدم اطمینانی داریم نسبت به فیوچر، که حالا گفتیم دیگه فیوچر رو ما باید با عاقبت جایگزین بکنیم، آینده به عنوان اون چیزی که می آید و در قالب مستقبل از ما استقبال میکنه، در زبان عربی که میگن مستقبل، در زبان فارسی که میگن آینده، آنچه که می آید، در نسبت به عاقبت که از پس ما و از عقب ما میاد، حالا این داره نسبت به آینده میگه که نگاه کاملا غربیه. میگه هیچ موقع عدم اطمینان ما نسبت به آینده اندازه الان نبوده و بی توجهی ما به گذشته، که حالا به نوعی میشه اون نگاه تاریخی، به بزرگی الان نبوده. هم ما الان به شدت نسبت به آینده بی‌اعتمادیم و هم به شدت نسبت به گذشته بی‌توجه. میگه که در آغاز سال 2020 تعداد کمی از مردم اهمیت اخبار منتشر شده از ووهان در مورد یک ویروس کرونا جدید رو درک کردن، که حالا باز میره اون بحث سرمنشأ ویروس کرونا رو بهش توجه میده، که ابتدای سال 2020 در ووهان این موضوع مطرح شد که بله، اومده یک ویروسی اونجا خودشو نشون داده. میگه هنگامی که من برای اولین بار به طور علنی در مورد احتمال افزایش یافتن یک بیماری همه‌گیر جهانی صحبت کردم و در موردش نوشتم، میگه در هفته منتهی به 26 ژانویه 2020 بود، میگه همون اوایل سال 2020 من اومدم این مقاله رو در موردش نوشتم، که میگه وقتی من این کارو کردم چطوری با اون برخورد شد، خیلی نگاه عجیب و غریب بود به من، گفتن که چی داره میگه، خصوصا میگه توسط اکثریت کسانی که توی مجمع جهانی اقتصاد در داووس اومده بودن، کاملا به صورت آشکاری نسبت به این خطر غافل بودند. میگه عقل مرسوم در اون زمان، حالا اون ویزدام رو اینجا عقل ترجمه کرده، اون خردی که بگیم بهتره به جای عقل، خرد مرسوم توی اون دوره از فاکس نیوز گرفته تا واشنگتن پست این بود که ویروس کرونا تهدید کمتری رو برای آمریکایی‌ها نسبت به موج معمول آنفولانزای زمستانی داره. یعنی همین موج معمول آنفولانزای زمستانی تهدیدش بیشتر از کروناست. خیلی جدیش نمی‌گرفتن. یه 2 فوریه بود که نوشتم ما اکنون با یک اپیدمی در پرجمعیت‌ترین کشور جهان روبرو هستیم. من این خود کند میخونم به خاطر اینه که تطبیقم بدم دیگه، چون بعضی از عبارات نیاز به تطبیق داره. ما اکنون با یک اپیدمی در پرجمعیت ترین کشور جهان روبرو هستیم که شانس قابل توجهی برای تبدیل شدن به یک بیماری جهانی همه‌گیر رو داره، و گفته که چالش اینه که برای مقاومت در برابر اون، سرنوشت گرایی عجیب و غریبی که باعث میشه بسیار از ما برنامه‌های سفر خودمون رو لغو نکنیم، یه تو رزیست دت این فاتالیزم یا فیتالیزم رو، این سرنوشت گرایی عجیب و غریب ما باعث میشه که بسیاری از ما برنامه سفر خودمون رو لغو نکنیم و ماسکای ناراحت کننده رو نپوشیم. فیتالیزم رو اگه بخوایم ترجمه بکنیم، باز برای اینکه بتونیم بهتر درکش بکنیم این تیکه رو، تقدیر گرایی دیگه، اعتقاد به قضا و قدر، همین سرنوشت گرایی، قبول مقدرات. یه قرار باشه بمیریم میمیریم، اگه قرار نباشه نمیریم نمیریم، همین عبارته. میگه این سرنوشت‌گرایی و تقدیرگرایی عجیب و غریب ما باعث شد که خلاصه سفرمون رو لغو نکنیم، ماسک نزنیم، حتی زمانی که یک ویروس خطرناک به طور تصاعدی در حال انتشار بود. میگه اینو من اون موقع نوشتم توی 2 فوریه. میگه با نگاهی به گذشته، میگه وقتی به گذشته نگاه میکنم اون جملات رو به عنوان یک اعتراف پنهان خواندم. میگه یه جورایی اعتراف پنهانی داشتم اون موقع میکردم خودم. میگه اون جملات رو خوندم، انگار این اعترافات خودم بود. میگه من توی ژانویه و فوریه دیوانوار سفر میکردم. میگه داره حرفای خودش رو اینجا به نوعی اومده به صورت پنهانی نوشته، کارهای خودش رو نوشته. میگه من توی ژانویه و فوریه دیوانوار سفر میکردم، همونطور که در بیشتر 20 سال گذشته این کارو کردم. توی
عمده 20 سال گذشته همش دائم سفر بوده دیگه. در ژانویه من از لندن رفتم به دالاس، از دالاس رفتم به سان فرانسیسکو، از اونجا رفتم به هنگ کنگ 8 ژانویه، بعد رفتم تایپه 10 ژانویه، رفتم سنگاپور 13 ژانویه، رفتم زوریخ 19 ژانویه، برگشتم سان فرانسیسکو 19 ژانویه. حالا دیگه همینجور سفراشو نوشته دیگه. سپس به فورت لادردیل رفتم، بعد میگه یکی دو بار ماست زدم، من بعد از یک ساعت غیر قابل تحمل شد، درش آوردم. در طول ماه فوریه من تقریبا به همون اندازه پرواز کردم، دوباره تو همون فوریه مثل ژانویه، البته نه چندان دور، رفته نیویورک، رفته سانولی، بوزمن، واشنگتن دی سی، واشنگتن دی سی، لیفورد کی. و میگه ممکنه تعجب کنید که این چه نوع زندگی که من دارم. و میگم به شوخی میگفتم که مدار سخنرانی من رو به یک مرد بین‌المللی تاریخ تبدیل کرده. حالا اینجا عبارت انگلیسیش هم هست، میتونید ببینید. و میگه یه جوکی رو میگفتم که توی سخنرانیام که مدار سخنرانی من رو تبدیل کرده به مرد بین‌المللی تاریخ، اینکه شما من میچرخی من توی سخنرانی من رو میچرخونید، من رو تبدیل کرده مرد بین‌المللی تاریخ. و فقط بعدا متوجه شدم که ممکن است یکی از افرادی هست باشم که حکم ابر اشاره دهنده رو دارم، سوپر اسپریدر. یه کسی بودم که هی با این سفر زیادی که داشتم خلاصه داشتم ویروس کرونا رو منتشر میکردم و به همه جا میبردم دیگه. اون فضای اولیه اتفاق ویروس خب جدی نمیگرفتن خیلی ها، و این اشاعه اون باعث میشد که بخاطر همین جدی نگرفتن ها سریع تر باشه. اون جنس افرادی که برنامه های سفر بیش فعالشون ویروس از آسیا و بقیه جهان پخش میکرد، یعنی چون هی بیش فعال بوده از این ور به اون ور میرفته، این با این بیش فعالی ویروس رو همه جا منتشر میکرده. میگه ستون روزنامه هفتگی من در نیمه اول سال 2020 به دفتر خاطرات طاعون تبدیل شد. یعنی وقتی من مینوشتم توی روزنامه داشتم یه جورایی خاطرات خودم مینوشتم، دفتر خاطرات طاعون یا اون ویروس همه‌گیر. اگرچه هرگز به این واقعیت اشاره نکردم که در بیشتر ماه فوریه بیمار بودم، پنهان میکردم این بیماری رو با سرفه دردناک که نمیتونستم از اون خلاص بشم، اون سرفه های کرونایی که یادتون هست. برای گذراندن سخنرانی ها به شدت به حالا فکر میکنم یه دارو باشه، اسکاچ را اگر جستجو بکنیم میتونیم مطمئن بشیم به اسکاچ وابسته بوده که حالا احتمالاً یه داروه. حالا یکی از معانیش ویسکی اسکاتلندیه، سرفه رو کنترل بکنه. ما که بعد خلاصه تجربهشو دارم مثل فرگوسن باید بگن که خلاصه مریض بوده دیگه، یعنی داشته توی جای مختلف میچرخیده سفر میکرد، دام و سفر بوده. و اینجا هم داره میگه من مریض بودم. میگه 29 فوریه نوشتم نگران پدر بزرگ و مادر بزرگ باشید، یعنی خلاصه حواستون به اینا باشه. نرخ مرگ و میر برای افراد 80 سال بالای 14%، در حالی که این میزان برای افراد زیر 40 سال نزدیک به صفره. و میگه من اطلاعات کمتر آرامش بخش در مورد مردان مبتلا به آسم در اواسط 50 سالگی رو حذف کردم، مواردی که اطلاعاتی بود که آرامش مردم رو به هم میزد دیگه. افرادی هم که آسم دارند اینها هم آسیب پذیرن، اونایی که 50 سالن. میگه در واقع اونایی که کمتر تایید شده، اینجا ترجمه دقیق نیست، میگه اطلاعات و دیتایی که خیلی ایجاد آرامش نمی کرد دیگه، که توی دوره 50 سالگی اینایی که بالا 40 سال بودن، اگه کسایی که این داستانو دارن آسم دارن، اینا براشون خطرناکه. میگه من همچنین این واقعیت رو نادیده گرفتم که دوباره پزشک مراجعه کردم، خودش دوباره رفته بوده به دکتر، اما من گفتن که همونطور که در آن زمان کم و بیش در همه جای ایالات متحده هیچ آزمایش برای کووید 19 وجود نداره، نتونستن آزمایشش بکنن، هیچ تستی برای کووید نداشتن توی آمریکا. دوباره هم که این رفته دکتر، تنها چیزی که میدونستم این بود که جدی بود و نه فقط برای من و خانوادم، این موضوع جدی بوده. کسانی که با کمال میل میگن این بدتر از آنفولانزا نیست، کسانی که خیلی جدی میگن که آقا این بدتر از آنفولانزا دیگه نیست، که این تهش سرماخوردگی دیگه، میگه اینا یه موضوع رو توجه نکردن بهش، در واقع داره میگه اینا صادرنگاری دارن میکنن دیگه. و میگه که عدم قطعیت این قضیه رو احاطه کرده. چرا؟ میگه چون که در تشخیص در مرحله اولیه بسیار دشواره، زمانی که بسیاری از ناقلین هم عفونی و هم بدون علامتن، یعنی هم خودشون دچار عفونت شدن هم علامتی هم ندارن، ما به طور قطع نمیدونیم که چند نفر اون رو بهش آلودن، بنابراین دقیقاً تعداد تولید مثل میزان مرگ و میر رو هم نمیدونیم، هیچ واکسنی
وجود نداره و هیچ درمانی هم وجود نداره، که حالا داره در واقع ویژگی های کرونا رو اینجا برمی‌شه. یه در مقاله دیگری که در 8 مارس در وال استریت جورنال منتشر شد نوشتم اگر ایالات متحده به اندازه کره جنوبی موارد ابتلا داشته باشه، به زودی حدود 46 هزار مورد و بیش از 300 نفر در روز مرگ و میر خواهد داشت، یا اگر 1200 مورد مرگ رخ بده، که حالا اینجا اومده با آمار و ارقام بازی کرده و موارد رو پیش بینی کرده، که میگه اگر مثل کره باشه 300 مرگ و میر، مثل ایتالیا باشه 1200 مورد، که اون موقع خیلی مطرح بود دیگه که این ویروس توی ایتالیا بیشتر داره میکشه، توی سری از کشورها خب این ویروس جدیتر خودش رو نشون میداد، که میگه ما در 24 مارس 46 هزار مورد و در 25 مارس 1200 مورد مرگ رو پشت سر گذاشتیم، یعنی توی 24 مارس رسیدیم به 46 هزار تا و در 25 مارس این یه روز بعدش هم رسیدیم به 1200 مرگ. 46 هزار مورد ابتلا در روز و 1200 مورد هم مرگ در روز، یعنی کمی بیش از دو هفته بعد اون اتفاقاتی که توی ایتالیا میافتاد اومد توی خود ایالات متحده هم افتاد. میگه در زمانی که مریضی مثل تا اون اتفاق میفته، مریضی همه گیر، کاری که من انجام میدادن فرار از شهرهای بزرگ و انتشار ویروسه، یعنی همه از شهرهای بزرگ فرار میکنن و همین باعث میشه که ویروس انتشار پیدا کنه. بحث فاصله اجتماعی و نمیدونم قرنطینه و اینا اینجوری که داره اینجا بررسی میکنه توجه میکنید دیگه، کاملا بهش بیتوجهی شده به ایالات متحده به واسطه همین بیتوجهی که حالا اون بالاتر هم حرف ترامپ رو داشت نقل میکرد، که در قالب نقل قول توی کتاب اومده که این حرف ترامپه، میگه که ترامپ این چیزی نیست، بدتر از آنفولانزا که نیست، این جمله ترامپه، بعد اومده اینو نقد کرده گفته بابا این فراتر از آنفولانزاست. این مقاله فرگوسن اومده این رو به چالش کشیده، این جنس حرفا و این جنس کارا رو داره همینجوری کنار هم دیگه میذاره، میگه آقا این ویروس چطور پیش پخش شد، چطور با بی‌توجهی بهش ما از کنارش عبور کردیم، اومدیم از شهرهای بزرگ مثل نیویورک توی فرودگاهی مثل جان اف کندی رفتیم جای مختلف ویروس رو پخش کردیم. میگه این همون روزی بود که من به همراه همسر و دو فرزند کوچکم از کالیفرنیا رفتیم مونتانا، اینا به این جنبندی رسیدن که باید برن جایی مثل مونتانا، که میگه من از اون زمان اینجام دیگه کلا اومدم تو مونتانا، چون مونتانا یه جاییه که حالت چین شهرهای بزرگ رو نداره و یک سرزمین نمیقدار بکرتریه توی ایالات متحده، معمولا رفت میرن اونجا به خاطر اون فضای طبیعتش و اون جنس فضای بکری که داره، زمین های بزرگ و خونه هایی که کنار زمین های بزرگ هستن و فضای این چنینی، اینا دیگه از اون فضای کالیفرنیا و شهرهای بزرگ این چنینی از ترس این مریضی رفتن به سمت مونتانا، که میگه ما رفتیم دیگه از اونجا دیگه رفتیم مستقر شدیم